انگلستان یعنی بتونن حتی بین این که واقعا هیتلر بتونه وارد جزیره انگلستان بشه هم یه همچین چیزی وجود داشت. اینقدر آلمانا پیشروی کرده بودن و یه جوری انگلستان در محاصره میشه گفت کمون میشه برانده نیرو دریاییش بقراده قدرتمند بود ولی خب بغض و کینه و نفرت هیتلر و رهبران آلمان نهایتاً کار خودش رو کرد و به دلیل اختلافاتی که با شوروی پیدا کردن سر اینکه آن مثلا نروژ رو که شما دارید تقسیم میکنیم یا ایسلند که دارید شما آلمان گرفته مثلا اون بخش از ایسلند جزء روسیه بوده از تجربه ایام و به روسیه میرسه سر اینجور چیزها بهانه‌ها پیدا شد و نهایتاً دو سال بعد از آغاز جنگ یعنی در 1320 هیتلر به شرق حمله کرد جبهه شرق گشوده شد و در اونجا هم یعنی 1319 میخوان دقیق تر بگیم جنگ شروع شد جبهه شرق گشوده شد در اونجا هم ارتش آلمان بولدوزروار و به سرعت اوکراین رو گرفت و شروع کرد در روسیه پیشروی کردن دیگه گرفتن مسکو دیگه رویا نبود خیلی جدی هدف اولیه آلمان ها هم به نظر می‌رسیدش که حالا اگر مگه مسکو رو بخوام بگیرم این بودش که از جایی که امروز گرجستان هستش برسن به اونجا و از اونجا سرازیر بشن به جنوب به قفقاز بیان نفت باکو رو نفت آذربایجان رو بگیرن وارد ایران بشن و برن خوزستان رو هم چون شاهرگ حیاتی نفت برای جنگ و بخش عمده‌ای از خوزستان خوزستان ایران و شمال عراق منتها یک اتفاق افتاد زمین که آلمان به سرعت داشت پیشروی میکرد و چیزی از ارتش بزرگ شوروی رو زمین بسیاری از تجهیزات زرهی رو نمیدونم با و تانکا اینا شد نابود کرده بودن و نقطه به نقطه روسا عقب نشینی کردن یک اتفاق افتاد اون اتفاق چه بود آقای عطایی؟ قبل از سرما کریم اون اتفاق چه بود؟ صادق روسا استرالیا لاتیس آقای منصوری اون اتفاق چه بود؟ صادق ایتره روابطش با زنش در بود پوتین بی شفی طرف همین
جنگ در اتحاد جنگ در روسیه تبدیل شد به جنگ میهنی. یعنی چی؟ یعنی تبدیل شد به جنگ ایران و عراق. یعنی مردم روسیه سلاح به دست گرفتن و شروع کردن به دفاع. کارگرها، دهقان‌ها، زن‌ها، دانشجوها، جنگ تبدیل شد به جنگ میهنی. تلفات نیروی انسانی روس‌ها خیلی زیاد بود، ولی خب استقامت و پایمردی زیادی می‌کردند. زمستان هم نزدیک شد و عملا ارتش آلمان دیر کرد، نمیتونست به پیشتردی. اون پیشتردی برقاسایی که در ماه‌های قبلش داشتن به تدریج دیگه متوقف شد. بر اوسا برای اولین بار بعد از شروع جنگ متفقین یک نفس کشیدن برای اولین بار. چون میتونیم من شما گزانو نیستیم، ولی میتونیم حدس بزنیم که وقتی ارتشی داره پیشروی میکنه و در نتیجه مقاومت دشمن پیشرویش متوقف میشه، آقای عبدالله چیکار میکنه؟ کریمی وقتی ارتش داره پیشروی میکنه ولی مقاومت زیاد میشه چیکار میکنه؟ فرماندهان این ارتش نه، نیروی بیشتری رو برای در هم شکستن اون مقاومت، مثلا شما میبینید که یه منطقه داره مقاومت میکنه، تانک بیشتری رو اونجا اضافه میکنید، درسته نیروی بیشتری که اون مقاومت رو چیز کنید دیگه عبین ببرید. و این دقیقا اتفاقی هستش که افتاد و فرماندهان رایش سوم ارتش آلمان از مناطق دیگر برای در هم شکستن مقاومت روسیه نیروهای نظامی بیشتری رو سعی کردن از مناطق دیگر گسیل بکنن به جبهه شرق. اینجا بودش که متفقین توانستن یک نفسی بکشن. آقای شفی، شما اگر جای متفقین بودید چه میکردید؟ شما اگر جای انگلستان نمیدونم اینها بودید با آلمان داشتید میجنگید چه کار میکردید وقتی این اتفاق افتاد؟ زمان مناسبی واسه حمله پوتین چه کار میکردید؟ کریمی چه کار میکردید؟ سعی میکردید مقاومت هر جوری شده چه بشه؟ حفظ بشه؟ حفظ بشه؟ چون این مقاومت باعث شده برای اولین بار متفقین یه نفسی بتونن بکشن از زیر حملات سهمگین آلمان، یه مقداری بتونن. بنابراین درسته که متفقین سرمایه‌داری بودن، درسته که متفقین غربی بودن، درسته که استالین دشمن سرمایه‌داری و و و و و، ولی بعضی وقتا دشمن شما میتونه موقتا دوست شما بشه. همچنان که مسیحیای لبنان الان شدن دوست حزب الله و جمهوری اسلامی، یعنی قاتلین فلسطینی‌ها الان شدن دوست جمهوری اسلامی. دشمن شما میتونه موقتا دوست شما بشه. بنابراین روس‌ها باید مقاومتشون
حفظ میشه، ارجوع شده. اگر نقشه یه نقشه می بود، شما قشنگ میتونستید اینجا رو نقشه قشنگ می شدید. الان 1319 هستش، الان 1320 و شما انگلستان، متحدین، آمریکا میخواهید جبهه شرق رو، یعنی بخشایی از روسیه رو که مجاور به اروپا هستند رو شما میخواهید کمک کنید. دارو میخواهید بفرستید، سوخت میخواهید بفرستید، تانک میخواهید بفرستید، توپ میخواهید بفرستید، غذا میخواهید بفرستید، درسته؟ تسلیحات میخواهیم بفرستیم، چون نیرو احتیاجی نبود، نیرو خود روسا و اندازه کافی جنگ، ولی تجهیزات میخواستن، امکانات میخواستن، غذا میخواستن، اینجور چیزا رو، مهمات میخواستن. آقای میرشفی، چرا متفقین نمیتوانستن؟ چرا انگلستان نمیتونست؟ سیستم حمل و نقل در تمام اروپا بود، با قطار، با کامیون مهمات برسونه، اون چیزایی که روسا میخواستن به از غرب اروپا منتقل کنه به شرق اروپا، سه هزار کیلومتر یه همچین چیزی، دو هزار کیلومتر. چرا آقای اطلاعی نمیتونستن این کار رو بکنن؟ آفرین. برای که تمام اروپا دست آلمان بود. مثل این که شما از میدون انقلاب میخوان یه سری تجهیزاتی رو برسونید میدون امام حسین. نزدیکترین راه خیابون انقلاب دیگه، درسته؟ از جلو دانشگاه حرکت بکنید. منتها مشکل این هستش که این خیابون دست دشمنه. شما مجبورین چیکار بکنید؟ شما مجبورین برید راهن، از اون ور برید به سمت شوش، از اون ور برید به این خراسون، از سیده شهریور بیاید به سمت امام حسین. متفقین مجبور بودند که تقریبا کره زمین رو دور بزنن واسه اینکه به جبهه شرق کمک برسونن. تنها راه کمک رسانی بودش که بیان اقیانوس هند رو دور بزنن، درسته؟ وارد خلیج فارس بشن، حالا اونجا از مثلا بندر بوشهر، بندر عباس، بنابرای که ایران خلیج فارس داره، سوخت، مهمات، غذا، دارو، تسلیحات رو از منطقه جنوب ایران منتقل منطقه که شمال ایران، حالا یا بندر انزلی از اونجا با کشتی به روسیه، یا به زمینی به چه میدونم جرفا، مرز آذربایجان، نخجوان، از اونجا با کامیون به این تنها راه که بیان اینجوری دور بزنن، یعنی از طریق ایران، از منطقه جنوب ایران در خلیج فارس مهمات رو برسونن، چیزایی که مورد نیاز جبهه شهر بود رو برسونن. این تنها راه بود که میتونستن اون مقاومت رو نزدن در هم بشکنه. ارتش مهیب آلمان نتونه اون مقاومت رو در هم بشکنه و عبور بکنه بیاد به سمت شهر. کسانی که آقای عطایی، خانم متقی، کسانی که بگویند رضا شاه راه آهن رو تعمدن از جنوب به شمال کشید، میگن آقای زیباکلام چشای گول تو واکن، نگاه کن ببین این راه آهن چه خدماتی کرد برای انگلستان، برای آمریکا، برای متفقین.
ده‌ها چه می‌دونم صدها هزاران تن شبان روز حالا اون بخشی که زمینی می‌رفت اون بخشی هم که از راه هم از منطقه جنوب ایران می‌رفت به سمت چه می‌دونم مناطق شمالی و می‌گویند که این که می‌گویند راهن خانم ترحمی این تئوری این نظریه که راهن کشیده شد که به انگلستان خدمت بکنه به غربی‌ها خدمت بکنه از نظر شما این چه اشکالی داره چه ایرادی می‌تونه داشته باشه هیچ سودی برای ایران نداشت. خانم متقی این تئوری چه اشکالی داره؟ ببین سال 1320 راه آهن ایران شده پل پیروزی ده ها تن دیگه متوجه شدی چرا ده ها تن مواد که مورد نیاز روزا هستش داده از طریق متعلق جنوب ایران به توسط راهن میره به شمال ایران از اونجایی که راهن هست ما وقتش هم مثلا چه میدونم زمینی غیره این تئوری چه اشکالی داره؟ و بعد خب همه یعنی کسانی که میگن رضا شاه و عیسی آورد از سر کار میگن خب بیا این یه نمونش این راهنی که کشید ببین چه کمکی داره به انگلستان میکنه با آمریکا میکنه چون آمریکا و انگلستان اینا بودن که داشتن چون میدونم تسلیحات و مواد غذایی رو میدونم امکانات رو منتقل کردن موسوی این تئوری چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که من نظر من شاید با کشورهای دیگه توی استفاده میکنم با کشورهای دیگه حتی مشکلی هست برای این زمان کلا یه دولت تو ایران بوده دیگه ما این طرفی نکردیم نسبت به جنگ جهانی دوم کریمی دیگه رضاخان آخر رفتناش بود در حالی که راهن هزارست پنج کلیدش برده بود به شیست سال هم فکر کنم طول کشید یعنی تقریبا ده سال نمیشه پیش بعد چه این فرضیه چه به جواب دارد پوتین اشکال این دوری چیه؟ اشکال این نظریه خودشون هم استفاده میکنه خود کی؟ خود ایرانی از راهن گفتن ایران عقب بوده است یکی از دلایل عقب بودگی هم کنیم نداشتن راههای ارتباطی بوده کسای دیگه ای هم از قبل از رضا شاه دغدغه‌اش رو اندازه راهن تو ایران بوده حالا که توسط رضا شاه انجام میشه و وقتی هم میخواد بسازه شرکت آمریکایی که مثلا آمریکا هم موقع تقریبا کشوری بیطرف اجتماع میشه نه کشور استعماری کارشناسای آمریکایی میان تو ایران برای مثلا اینطوری برنامه میکنن که اگه این راهن اینجا احداث بشه بیشتر سود رو برای منافع ملی داره برای راهن رو موقع میسازن که رضا شاه بعد از آبان 1304 که احتجاج گذاری میکنن 1305 شروع کنن به ساخت راهن مثلا جنگ جهانی دوم خلوش بکنی 14-15 سال بعد از این قضیه اتفاق میفته مثلا ادراکی نداشتن که بخوان از قبلش اینو بسازن استاد یه احتمال دیگه هم میتونه باشه که ایران چه این رضا شاه تمام به سوی آلمان داشته متوجه شدی چی گفت به شفیعی نه درست متوجه نشد این شفیعی تو اگه بخوای یه روزی استاد بشی ممکنه استاد با سواد بشی ولی خوب نمیتونی حرف بزنی یعنی خوب نمیتونی توضیح بدی چیزی که گفتی کاملا درست بود ولی متقی هیچی نفهمید در که متقی خیلی نیست عقب افتادی از نظر آیکیو دانشجو خوبیه ولی نفهمید چی گفتی مقصود میرشفی این بود که این تئوری فقط میتونه یه جور درست باشه که ایران رضا شاه را آهن رو کشید که کمک بکنه به انگلستان این فقط در یک صورت این تئوری میتونه درست باشه که در انگلستان سیاست هاشون در سیاست خارجیشون با کمک آینه بینی و طالب بینی و کف بینی و
اینا انجام بگیره. متقی آینه بینی و کف بینی چی میگه با آدم؟ میگه در آینده چه خواهی شد دیگه؟ درسته؟ فالگیری، فالبینی، نه آینده رو میگه دیگه، گذشته که خب شما میدونید شما از چی میشنم که برای چی وقت میگه میشنید میبینید میشنید مادام که برای چیز کنه، فال چیز بگیره خب حالا اونهایی که میرن، در چی میرن؟ از آینده شد من این که ما فرض بگیم که سیاست انگلستان مثلا اینجا یک کمیته هست فال برق میگیره، مثلا فال قهوه یه خانم موسیو یه مادام اونجا هستش که مثلا میگه که 10 سال بعد 15 سال بعد جنگ جهانی دوم خواهد شد. اوه چه جنگی، تو این جنگ شما گیر میکنین، اولش آلمان به روسیه حمله نمیکنه، بعد آلمان به روسیه حمله میکنه، بعد اولش خوب پیشرفت میکنه، بعد گیر میکنه، مردم روسیه مسلح میشن و شروع کنن از کشورشون، از خاکشون، وطنشون، حالا حتی اقل در اون مقطع از انقلابشون دفاع کردن و شما باید بهشون کمک رسانی بکنیم. اینا همه تو این آینه من دارم میبینم و تنها راهی که شما میتونید کمک بهشون برسونیم ایران هستش. بنابراین این نوکرتون رضا خان بگیم که راهن رو از جنوب، چون همونطور که آقای میرشفی گفت فکر احداث راه آهن در ایران برمیگرده به زمان میرزا تهران امیرکبیر. این خود فکر احداث راه آهن میرزا تهران امیرکبیر یعنی 1850 راهن که کشیده شده حدوداً 1930 نمیدونم 1920 اینطورا راهن کشیده شده. فکر احداث راهن به عنوان یکی از نکات مهم، یکی از تصمیمات مهم برای پیشرفت و ترقی و توسعه حداقل 50 سال قبل از رضا خان، 60 سال قبل از رضا خان به وجود آمده بود. میرزا تهران امیرکبیر جزو آرمان‌هاش احداث راه هم بود، نشد. بعد از میرزا تهران امیرکبیر که خیلی جدی به فکر احداث راه هم بود و جلو هم رفت، یعنی سپهسالار میرزا سپهسالار سپهسالار بود که توی قرارداد رویتر یا امتیاز رویتر عملا احداث راه هم گنجانده شده بود. یکی که کارهایی که رویتر برمی کرد احداث راه هم بود. نشد. یکی از اهداف و آرمان‌های مشروطه‌خواه احداث راه آهن بود و فکر جدی احداث راه آهن اگر اشتباه نکنم در مجلس چهارم یا پنجم بودش که دایره‌اش تصویب شد. اصلا رضا شاه هنوز رضا شاه نشده بود، رضا خان بود که لایحه احداث راه آهن تصویب شد و دولت رو مکلف کرد که در زمینه احداث راه آهن چندان اقدام کنه. یک مقداری که ثبات و امنیت بیشتر شد، یک مقداری که کارهای اولیه در ابتدای به قدرت رسیدن رضا شاه سامان پیدا کرد، مسئله راه آهن مطرح شد و ایران هم برای اینکه از رقابت روسیه و انگلستان در امان بمونه برای احداث راه آهن
چون هر کدومشون اگر وارد یک تاثیر آهن میشدن موجب نفوذ بیشترشون در ایران میشد، چون ایران خودش که نه تکنولوژی داشت، نه صنعت داشت، نه مهندس داشت، نه بودجه داشت، خودش که امکاناتی نداشت. بنابراین اون کشوری که اون دو کشور هم که روسیه بود یکی انگلستان، هر دو کشور هم نشسته بودن نگاه میکردن، چون میدونستن که اگر روزی فکر احداث راهن جدی بشه یکی از اون دو کشور هستش که به طور طبیعی ایران دست نیاز به سمتشون دراز خواهد کرد. دولت هم برای اینکه از شر رقابت روسیه و انگلستان در آن بماند از یک کنسرسیوم آمریکایی درخواست کرد که بیاد بررسی‌های مطالعات اولیه را انجام بده. حالا اون موقع آمریکا مثلا مثل ژاپن امروز فقط یه جنبش اقتصادی بود، از نظر سیاسی مثلا استرالیا، مثلا کانادا چیز یه قدرت بوده، کشور پهناور و نیرومند، ولی این چیزایی که الان پس سیاسی هست اون موقع نبود. بنابراین یک کنسرسیوم آمریکایی آمد، از این هم دولت ایران پرداخت کرد، مطالعات اولیه را انجام داد، گزارشش رو داد به چه میدونم هیئت دولت یا هر کسی که از ارگانی اون باید میداد و فکر احداث راهن از قوه به فعل در آمد. برای بودجه‌شم، برای تأمین بودجه‌شم از هیچ کشور خارجی وام گرفته نشد، برخلاف تصوری که میرفت و به چند تا اجناس و کالایی که از خارج وارد میشد قرار شدش که مالیات اینها رو اضافه بکنن، مثلا قند، شکر، نمیدونم اونها که از خارج وارد میشد و اون بخشی که اضافه میشد رو صرف احداث راه آهن بشه. اون کنسرسیوم، اون چه میدونم مطالعاتی که انجام داده بودن، اونا را اصلشون میدیدش که بهترین و مناسب در این شبکه راهنی که میتونه در ایران به وجود بیاید اتصال دو دریای شمال و جنوب ایران هستش. یقینا نه که اگر راهن ایران به جایی که از جنوب به شمال کشیده بشود شرق و غربی میشد، یعنی شرق ایران رو که ببخشید غرب ایران رو که عراق باشه، غرب ایران رو به شرق ایران که حالا شبه قاره هند باشه متصل میکرد به جای شمال جنوب شرق و غربی میشد. آقای میرشفیعی چی میگفت؟ نمیگفت هم متقید. اگه راه شرق و غربی میشد شما نمیگفتی که چون قلب ایران عراق بود، عراق مالی کی بود؟ مالی انگلستان بود، موقع مستعمره انگلستان بود. هند مالی کی بود؟ همین پاکستان که الان مالی کی بود؟ خانم مفتقی مالی انگلستان. و شما نمیگفتی که این راه شرق غربی شد که دو بخش امپراتوری رو به همدیگه متصل بکنه؟ بنابراین اینکه شما میگویید که راه هم کشیده شد که نفعش برای انگلیسی ها باشه، در عمل وقتی ولی زیر ذره بین میبینی که با انواع و اقسام ولی از سنش مهمتر همین داستانی که زمانی که تأسیس راهن دیگه تصویب شده و نمیدونم بودجه شده نمیدونم اینها، زمانی که اینها اتفاق افتاد
1304 بود، 1305 بود. جنگ جهانی دوم 1318 شروع شد. 15 سال بعدش، 14 سال بعدش شروع شد. میگم ولی اینکه شما بگید که نه انگلستان پیشبینی کرده بودن با جادوگر کفبینی و طالبینی آینه بود که این اتفاقات میفته. 15 سال بعدش جنگ میشه، آلمان گیر میکنه تو روسیه، باید از طریق ایران چیز بشه. بنابراین به نوکر اون رضا بگیم که راهن رو از مثلا بندر عباس از بوشه بکشه. و آقای میرشفی تمام اون چیزی که شما به عنوان اینکه دلایلتون برای اینکه اقدامات رضا شاه در جهت منافع انگلستان بوده، حالا راهنش امروز ما بردیم زیر ذره بین، دیدیم که می‌دونید با چقدر مشکل مواجه میشه که بگیم که انگلیس‌ها گفته بودن که این راهن رو از جنوب بکش بیاد به شمال. خانم موسوی، مابقی چیزایی که به انگلستان نسبت داده می شود، چون چرا آقای عطایی میگه که رضا شاه رو انگلیس آوردن به کار؟ میگه برای اینکه کارهایی هم که انجام داده بود همه به دستور انگلستان بود و در جهت منافع انگلستان بود دیگه. دیگه برای سواب رضا شاه رو به کار نبرده بودن، برای این رو برده بودن که بعدها کمی مساله و منافعش رو چه بکنه؟ تأمین بکنه. وقت شما مجبوری بگید که این کار اگه کرد به دستور انگلستان بود، این کار اگه کرد به دستور انگلستان بود، کشف حجاب اگه کرد به دستور انگلستان بود و ما باقی چیزایی دیگه. یا من یا جناب آقای استاد دکتر ابراهیمی هفته آینده در خصوص یکی دیگر از اتهامات بزرگ رضا شاه که انجام داده، گناه بزرگی که انجام داده و به دستور انگلستان بوده، خانم ترحمی یا من یا آقای ابراهیمی جلسه آینده در موردش توضیح میدن. اونو شروع میکنیم تجزیه و تحلیل کردن. آقای کریمی اون کار چه کاری بوده؟ گیر کشف حجاب نشدیم این جما کشف اجاب کرد رضا شاه به دستور انگلیسا. جلسه آینده به کمک آقای عطایی که به هر حال اون زمان یکی از عوامل رضا شاه بود، بررسی میکنیم ببینیم که چرا انگلستان از رضا شاه خواست کشف اجاب بکنه و مصالح و منافع کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت انگلستان در اینکه کشف حجاب صورت بگیرد و این موسوی بابی بتونه اینجوری حجاب داشته باشه، چرا انگلستان خواست که در ایران کشف حجاب صورت بگیره و به رضا شاه گفتش که چرا منمن میکنی، چرا این دست اون دست میکنی؟ سریع کشف حجاب بکن رضا. او هم چون نوکر بود گفت سمن و طاعتن ملک چشم و کشف حجاب کرد. جلسه آینده بخواد این رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. خانم ترحمی سوال، یه سوال بکن که اینا همه بریزن سر بردن بگن که
لار شده، خسته شده بودیم دیگه، خودش من از کافی حرف میزنی تو هم به خب نه، سوالی نداره عطایی هر چه فریاد داری که اصلا این مزدور بکشید بله، دولت ایران، دولت فخیمه ایران در وقتی جنگ جهانی دوم پوتین شروع شد، آغاز شد، دولت ایران رسما اعلام بی‌طرفی کرد. اما چی عطایی؟ اما سعد و زید همه دلشون می‌خواستش که کی پیروز بشه در اون جنگ؟ آفرین. روی بغض و کینه و نفرت تاریخی که نسبت به انگلیس ها وجود داره همه دلشون می‌خواست آلمان ها برنده بشن. بیش از همه کی می‌خواست موسوی؟ بیش از همه وقتی می‌گیم همه، بیش از همه کی دلش می‌خواست آلمان برنده بشه؟ خود رضا شاه و دولتش. دیگه یک چیزی که مثلا از حرام نشمس دیگه که دلشون می‌خواست آلمان برنده بشه. شما از کجا بسیار خوب. شما هم سوالتون بکنه آقای کریمی. بعد این نگاه آلمان به ایران کنونی متحد بود یا اگر مثلا از ایران؟ نه 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 ببینیم سالها قبل از اینکه جنگ شروع بشود، سالها قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشود، پیوندهای عمیق و گسترده تجاری، صنعتی، فنی بین حکومت رضا شاه و آلمان ها ایجاد شده بود. این دانشگاه که الان شما نشستید، خانم متقی نشسته، من اینجا ایستادم، این ساختمون رو آلمان ها ساختن. من همین ساختمون که شما می‌بینید. متأخر با وزارت خارجه رو آلمان ها ساختن، کاخ دادگستری رو آلمان ها ساختن، دیگه کجاهای ابراهیمی؟ وزارت دارایی رو آلمان ها ساختن، راهن رو آلمان ها ساختن، همین ساختمون اینا رو همه رو آلمان ها ساختن. حتی یه سری کارخونه‌ها مثل صنایع نساجی، نمی‌دونم گلیسرین سازی، صابون‌بازی، سیمان، اینا همه رو آلمان ها ساختن. حتی آلمان ها به خواست دولت ایران، به خواست رضا شاه سال 1317-18 قبل از اینکه جنگ شروع بشه در کرج قصد ایجاد یعنی تأسیس یک کارخانه ذوب‌آهن داشتن و اولین ماشین‌آلات و نمی‌دونم آتش‌کالاش هم آمده بود که جنگ شروع شد و حالا انگلستان را زد اون کشتی رو یا با هم نشد. چیه آقای؟ استاد گفتی نقش آلمان این بود که بری روسیه رو بگیر و بعد اونجا نه 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 نقشه آلمان این بودش که چون به هم گرفتن روسیه خیلی برای چیزی نبود، روسیه خاک گسترده هستش، اینا نفت سیبری بعدها کشف شد. اون موقع نفت عمده‌ای که بود در قفقاز بود، نفت قفقاز بود. بنابراین حداقل یکی از اهداف آلمان ها این بودش که بیان و تسلط پیدا کنن به نفت قفقاز. بعدش هم میخواست بیاد، اگر میامد اونجا قطعا میرفت به سمت خوزستان، حالا نه اینکه مثلا آذربایجان و ایلام رو نمیدونم اینا رو بگیره، نه میخواست بره که نظر انگلستان از نفت خوزستان استفاده بکنه، چون برخلاف انگلستان که دسترسی به منابع نفتی داشت، آلمانی ها تنها منبعی که برای تأمین داشتن نفت رومانی بود. کشور رومانی هم نفت داریدی چون رومانی میگرفته بودن و راحت هم یکی از منابع سوخت نظامی، سوختشون برای تام و توپ و نمیدونم اینها از رومانی بود. بنابراین میشه فهمید که برایشون خیلی جالب میشد اگر نفت قرار